بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم درود و سلام و صلوات بر سید رسولان و خاتم پیامبران و اهل بیت اسمت و طاهرین ایشان مخصوصا بر ائمه مظلوم بقع و با درود و سلام و تقدیم احترام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شما همراهان برنامه به بر... وقت بیداری امروز هشتم شوال بود که این روز یادآور حادثه بسیار دلخراش و علمناک است سال روز تخریب مقبره های ائمه که بقی... مدفون در قبرستان بقی هستند و دیگر مقابر و مقبره هایی که در اون قبرستان بودند به دست یک عده از کسایی که متاسفانه برداشت های بسیار خطرناک و نادرستی از اسلام دارن این روز به محضر امام زمان و همینطور شما بینندگان عزیز و گرامی بله شما دلدادگان و پیروان و محبان پیامبر و اهل تسلیت میگویم به همین مناسبت امشب ما موضوع بحث و گفتگوی خود چرایی تخریب مقابر ائمه در قبرستان بقیع قرار دادیم که چرا و با چه انگیزه و با چه مستنداتی این جنایت اتفاق افتاد دعوت کردیم کارشناس محترم استاد گرامی پژوهشگر قرآنی حجت الاسلام و استاد هاشمی اروزگانی در استودیو همراه ما هست سلام علیکم جناب استاد بسیار خوش آمدید و برنامه سلام علیکم با بینندگان بفرمایید تا بحث شروع کنیم سلام بر شما و لحظات شما بخیر و سلامت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام على رسول الله الامین و القاسم مصطفى محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی پیش از ورودی به هر سخنی تسلیت ارز می کنم به شما بینندگان و به همه آنان که علاقمندی به اسلام و تاریخ اسلام و مقدسات اسلامی هستند سال روز حادثه علمناک تخریب مزارهای ایمه بقی و سایر اولیا و صحابه و شهدا را در قبرستان بقی توسط وهابیون بله جناب استاد خب تاریخ اسلام فراز و فرودهای بسیاری به خود دیده و روزهای غمگین و روزهای که حالا به تعبیری که حوادیث بسیار دلخراش در اتفاق افتاده که در رأس آن خب روز آشراه هست ولی خب قطعا در دوران معاصر یکی از حوادث بسیار تلخ همین روز هست هشتم شوال که حدود تقریبا صد سال قبل یه حادثه به دست گروه اتفاق افتاد که خودشان ادعای اسلام دارن و ادعای ایمان و ادعای پیروی از پیامبر داره این بسیار عجیب هست قبل از اینکه وارد بشیم که خب چرا و به چه انگیزه هایی و به چه مستندات چون این جنایت اتفاق افتاد بسیار بسیار مشتاق هستیم همینطور بینندگان محترم که درباره قبرستان بقیه که این از کی از چه زمانی اونجا قبرستان شد آیا قبل از پیامبر اونجا بوده پیامبر وقتی که هجرت کردن اونجا این قبرستان احداث نشده بلکه از قبل بوده یا احداث شده و دیگر اینکه چه جایگاه و چه فضیلت برای این قبرستان در منابع دینی ما وجود داره و چه سفارش هایی درباره اون شده اگر بله. توضیح بفرمایید بسیار ممنون میشه بله ما در اسلام چندین قبرستانی مشهور و مورد احترام داریم و بزرگ نخستین اون قبرستان ابو طالب یا جنت المعلات هست که در مکه است اونجا درست. از شناخته ترین کسانی که مدفونن حضرت عبدالمطلب هست حضرت ابو طالب هست حضرت خدیجه کبرا علیه مسلات و سلام هست و قبرستان دیگر قبرستان بقی هست و قبرستان سوم قبرستان واد سلام که دومی در مدینه و سومی در نجف, در نجف اشرف. اشرف. هست به همین ترتیبی که ذکر کردم تاریخ احداث اینها نیز به همین ترتیب است اول قبرستان ابو طالب است که در که داده او که کی نه آه. قبر اصلا محل است به نام جنت, ال جنت المعلات درست بهشت بالا بهشت بالا یا باغ بالا امروز که در بعضی از کشورها مرسوم است به نام بهشتی قبرستان ها را به نام بهشتی بعد. فلان شخصیت می نامند در حقیقت برگرفته از همین تاریخ است جنت المعلات قبرستانی مشهور است که در قسمتی از بالای مکه قرار گرفته است مکه خانه کعبه در سراشیبی است درست تقریبا در یک بالا جای گو کوهی گو و بالای جای بالای بله که اگر آبریزی قبرستان ابو طالب رو ما در نظر بگیریم یا سیلی بیاد آبی به طرف کعبه از اونجا سرازیر می شود قبرستان بقی با ورود اسلام و به هجرت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفت گرچه بر اساس پاره از اخوال قبل از آن نیز قبرستان عرب بوده است ولی قول سواب و نزدیکتری به حقیقتان آن است که قبل از آن اونجا خارستانی بوده است و یا سنگزاری که خارهایی که در لابلای سنگهای سیای ریز ریز و کوچک کوچک میروید شبیه برخی از مناطقی که در عربی اون حره میگویند حره یعنی سنگ های سیاهی چفته هم که زمان آفتاب میتابد شدیدن داغ می شود و چون رنگ سیاه آفتاب بلد. رو جذب می کنه به اون حره می و جنگ حره هم که اتفاق افتاد در قبر، همین قبرستان به این جهت اون رو حره می گوین. به هر صورت اونجا سنگزاری بوده است که در کنار اون سنگ ها خارهایی می رویده است به نام غرقت بروه. و درخچه های این بوته های آره بوته من های خار. بعضی منابع را دیدم که تعبیری به درخچه می کردم بله بله فرمودید خار لا بود چون دست نمی زده اون درخچه های شده. بله خار بله در اونجا اولین شخصیتی که از مهاجران دار دنیا را به دا گفت و پیامبر بزرگوار اسلام اونجا دفن کردن به عنوان اولین نفر عثمان ابن مزعون بود و از مهاجرین اولین کسی که در اونجا دفن شد از ابن زراره بود از اصحاب و یاران پیامبر هر دو درست. و به این ترتیب بود که و بعد از آن ابراهیم فرزند رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم و سپس همسران پیامبر در اونجا نه نفر از همسران نه تن از همسران رسول الله مدفونند و همین گونه حلیمه سعدی مادر رضایی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم مدفون است در قبرستان بله. بله و همین گونه عقیل اونجا مدفون هست و حضرت عباس هموی پیامبر بزرگوار اسلام مدفون است و حضرت فاطمه بنت اسد مدفون است حضرت صفیه عمه پیامبر بزرگوار اسلام اونجا مدفون هستند و اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام و سلام اونجا مدفونند و همین گونه حضرت ام البنین مادر حضرت عبد الفضل العباس علیه السلام و سلام اونجا سلام الله علیه مدفون است و بسیاری از صحابه و بخشی از شهدای احد درست و شاید اونجا همزمان شد با مخبره احد قبرستان بزرگی که بخش زیادی از شهدای مسلمانان را در بردارت قبرستان بقی است و بسیاری از قرای مشهور و صحابه پیامبر بزرگوار اسلام مدفونن و بر اساس برخی از روایات هفتاد هزار یا هفت هزار و که اینها البته اعداد تقریبی نیستن اعدادی افزایشی هستند برای نشان دادن کسرت از این قبرستان به بهشت سپید رویان محشور می شون. بنابراین یکی از قبرستان های بسیار بسیار مهم با عظمت که جا که تنهای پاک بسیاری را در بر گرفته است و در همیشه تاریخ مورد احترام مسلمانان بوده است و حاجیانی که به حج می روند در چی اونهایی که اول به زیارت پیامبر می روند و بعد به حج و چی اونهایی که اول حج می و بعد به زیارت پیامبر حج و مدینه و زیارت بقی و زیارت مرقد رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم به نوع مکمل هم دیگرن درست. مخصوصا بر اساس اون روایت که نبوی که می فرماید هر مکه بیاید در سفر حج و مرا زیارت نکند بر من جفا کرده است و متون دیگری <تصفح> <تصفح> به این ترتیب همین روایت این سنت حسنه هست که شیعه و سنی وقتی که به حج مشرف میشه قبل یا بعدش حتما ببخشید میرن به مسجد نبی و مدینه و قبرستان بقیه و اونجا هم زیارت میکنن بله هم بر اساس این روایت هم بر اساس سنت رفتاری خود پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس روایت و حکایت تاریخ سنی و شیعه پیامبر بزرگوار اسلام شخصا شبها میرفتن و یا روزها بله. بر مزار مدفونین در قبرستان بقی من جمله حضرت ابراهیم فرزندشان و سایر اصحاب و اجله و قاریان قرآنی که اصحابی که در اونجا مدفون بودن دعا می کردن در دعا می خوندن بنابراین خود پیامبر بزرگ بار اسلام به نوعی رفتنی به مزار مدفونین در قبرستان بقی را تأسیس کرد در زمان خودش جدا از اون که زیارت کردن خود رو تاکید کرد البته قبر پیامبر بزرگوار اسلام شخص پی... قبر ایشون خارج از بقیه است و فاصله است که الان البته تقریبا فاصله اندکی است بین هر دو چون مسجد توسعه پیدا کرده است ولی در اون زمان که اندکی فاصله بوده خود خودشون شخصا از منزلشون برمیخواستن شبها و روزهایی میرفتن به زیارت, زیارت آره. قبرستان بقی بنابراین قبرستان بقی از نظر این که در برگیرنده جانهای پاک و ابدان طاهره و متحرهی و بزرگان از اصحاب و پیشوایان دینی جای تقدیر بسیار دارد و سیره مسلمانان بر اساس سیره نبوی و بر اساس گفتار نبوی همیشه بدین گونه بودند که بوده است که میرفتند به زیارت قبرستان بکه و اونجا دعا میکردند و حاجت میخواستند البته از خداوند به دلیل این که ما در یک زمانی در رمضان این بحث رو انجام دادیم که زمانها و مکان ها در استجابت و دعا مؤثر است برخی مکان ها بر اساس حوادثی که اتفاق می افتد دارای قداست و نوعی مقبولیت در نزد خداوند قرار می که قبرستان واقعی یکی از همین موارد است یعنی دعا در اون مکان یا زمان به استجابت میرسد نزدیک است این دعا از خدا است این بله بله اجابت از دعا است ولی دواند. از خداوند است ولی درست. بسیار و نکات بسیار مهم اشاره فرمودید حالا بعد از یک میان برنامه برمیگردیم خدمت شما و ادامه این گفتگو و این که به صورت این تخریب به چی صورت و چرا اتفاق افتاد حتما انشالله از زبان شما بینندگان محترم نکات بسیار مفید و ارزنده ای رو خواهد شنید دعوت میکنم به تماشای یک میان برنامه در جهان همشأن و همتایی کجا دارد بقی چون که یک جا چهار محبوب خدا دارد بقی نور چشمان رسول و پور دلبند بطول صادق و سجاد و باقر مشتبا دارد بقی خلق شد عالم ز خلقت آل عبا یک تن از پنج تن. آل عبا دارد بقی همدم دلدادگان و محرم محراب راز هست زین العابدین بنگر چه ها دارد بقی حاصل آیات قرآن باقر علم رسول وارث فضل و کمال انبیا دارد بقی صادق آل محمد ناشر احکام حق دین و دانش را رئیس و پیشوا دارد بقید در نظر آید زمین بر چرخ سنگینی کند بس که خاکش گوهرش سنگین بها دارد بقید گرچه تاریک است گرچه تاریک است در ظاهر ندارد یک چراغ همچو ایوان نجف نور و صفا دارد بقی رازها گوید به گوش شب در اینجا کهکشان رمزها از خلقت ارز و سما دارد بقی سایه ها نجوا کنان بر مدفن این چهار تن کرده شب گیسو پریشان یا ازا دارد بقی سر به دیوارش زند هر کس از اینجا بگذرد سر به دیوارش زند هر کس از اینجا بگذرد در سکوتش ناله ها و گریه ها دارد بقی چار معصومند دورن از حریم جدشان شکوه ها از دشمنان مصطفا دارد بقی می کند محکوم ظالم را به هر دور و زمان گفته ها با ظائران آشنا دارد بقی بشنو از این قبرها بانگ ان المظلوم را تا که مهدی باز آید این ندا دارد بقی تا شود ثابت که نور حق نمیگردد گردد خموش گرچه و ایران شد جلال کبریا دارد بقی صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه مثبت 964 780 255 40 13 پول ارتباطی تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری با بینندگان عزیز و گرامی بله با شما همراهان گرامی هست شما بزرگواران از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با ما مرتبط شوید پیشنهادی انتقادی نقد و نظری پرسیشی اگر هست درباره این برنامه و دیگه برنامه های تلویزیون جهانی هادی با ما در میان بگذارید خب اجازه بدید که برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه این گفتگو جناب استاد شما اشاره فرمودید قبرستان بقیه یکی از سه قبرستان بسیار مهم در اسلام و در بین مسلمانان هست و اشاره فرمودید به خوبی که چه بزرگانی چه انسان های شریف و چه بدن های پاکی در این خاک دفن شده مخصوصا چهار امام معصوم و همینطور صحابی بسیار بزرگ و مجاهدانی که در رکاب پیامبر جهاد کردند و خونشان برای تقویت اسلام فدا کردند در این قبرستان دفنه و بعد مسلمان ها آمدن خوب یک سری مقبره های ساختن یک سری بناهای ساختن اما میبینیم که در 100 سا... یا 200 سال اخیر گروه پیدا شد و با یک سری ها و برداشت های بسیار خاص و خوش و تنگ نظرانه و ظاهرگرایانه و ناقص اینا آمدن احانت کردن و تخریب کردن اگر بفرمایید که اولا که این تخریب به چه صورت بود یعنی چی 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 بود که تخریب شد ما که فعلا میبینیم یک دشتی هست و یک فقط خود قبر را میبینیم که البته اینم دوباره بازسازی شده و چی تخریب شد و چه کسانی تخریب کردن و چرا تخریب کردن و چه انگیزه هایی و مستنداتی اگر برای بینندگان ما بفرمایید بسیار ممنون میشیم بله همون گونه که اشاره شد و شما دو تا پرسش رو مطرح کردید چه کسانی مزارات بقی را تخریب کردن و به چه انگیزه ای تخریب کردن در بخش اول و دوم ابتداعا یک چکیده را عرض بکنم و اون این است که تخریب تخریب های بقی و بناهایی که بر روی مقابر اولیا و صلحا و پیشوایان بنا شده بود به دو وسیله شریعت و شمشیر اتفاق افتاد شریعت به عنوان فتوا دهنده و شمشیر به عنوان عامل اجرایی درست بدین معنا که در زمان حاکمیت عثمانی ها و امپراتوری عثمانی که یک قدرتی بزرگ در برابر کشورهای اروپایی به شمار می رفت بلی. تصمیم گرفته شد که دنیای اسلام تجزیه شود و در راستای این پروسه تجزیه دنیای اسلام در گوشه گوشه دنیا گروه های و احزاب سیاسی و فکری و مذهبی به وجود آمد یکی از مهمترین نقاطی که مستلزم سرمایه گذاری بود که نقطه شقاق از اونجا آغاز شود با دو عامل قدرت و شریعت زیرا که حکومت عثمانی هم بر این دو بال پرواز می‌کرد بود. بله. و در کنار آن ناسیونالیزم عربی را هم روی دست گرفتن ترویج کردن و لذا گروهی که به نام قبیله یاد میشد آل سعود زیرا که قبیله دو ابزاری بسیار دارای کاربرد داشت بله. یکی این که وقتی رئیس قبیله در میان عرب سخنی را بگوید اهالی قبیله با آسانی از دستور رئیس قبیله سرپیچی نمی کنند چرا, چرا اون رو می پذیرن. و دوم این که آنها به نوعی خواهان رهایی از حاکمیت ترک ها بودن و که امپراتوری عثمانی, بود برد. و این می توانست اعراب را دور این جریان پی و پیرامون آن بسیج, بسیج کند, ولی این بازوی نظامی و جنگ آوران سلحشور یک پازل دیگر را کم داشتن و اون عنصر مذهب بود و شریعت و شریعت ولی کسی به نام شخصیتی که چندان سواد استواری نداشت و همین جا کنم که یکی از پالیسی های استعمار همیشه آن است که دنبال کسانی میروند که دارای ریشه های عمیق علمی و یا دینی نباشند زیرا نمی... آنها میتوانند بتعت گذار بشون و نمونه بارزش دایش در دوران خود ما بله بله درست خیلی شباهت در اینجا وجود داره همین است بهار عربی که حالا پیش آمد و اون قدرت هایی که بود یعنی بی ثباتی در کشورها با وجود آمد و یه خلایی بود که حالا چه قسم برنامه‌ریزی شده بود و عدل این دایش در منطقه سر بنا بله و شما دایش را هم که در نظر بگیرید متفکران بزرگ و دینشناسان اصلی در میانی اونها وجود ندارند افراد احساساتی و افرادی و کمایه. کم و بدینسان چیزی به نام وحابیت که به دلیل محمد ابن عبدالوحاب که گذار این تفکر بود در کنار آرسود قرار گرفت و شمشیر و شریعت قرین هم شد. در نخستین باری که این دو گروه در مناطق سرزمین حجاز یا جزیره العرب مسلط می شدن یکی از سوالات اساسی در تاریخ این است که چرا این گروه در بد ورودشان مهمترین مسئله تخریب مزارها و قبور و آثار باستانی بود آیا هیچ موضوعی مهمتر در دنیا اسلام و در سرزمین حجاز به اندازه تخریب قبور وجود نداشت که او این اول بزرگتر از این یا این حراف بزرگتر از این نبود یقینا هیچ عاقلی نمیتواند به این نکته تسلیم شود که مهمترین معضل دنیای اسلام و جهان اسلام و جزیره العرب این بود که بر سر قبوری بناهایی بنا نهاده شده است برد. یقینا هیچ کسی این رو باور نمی کند که معضل دنیا اسلام چی در اون زمان چی در این زمان همچی موضوعی باشد گیرم ما بپذیریم که این به عنوان یک معضل فکری و یک امر نامقدس وجود دارد ولی در رده ها و رتبه های بسیار بسیار پایین تر قرار دارد گیرم بپذیریم که چون این چیزی در دل شریعت وجود دارد که نباید این بناها باشد و باید از بین برود ولی در اولویت اول یقینا نیست ولی عجیب است که با تسلط این گروه این ترکیب از شمشیر و شریعت بله. مثلا در سال 1217 وقتی اینها 1217 که در بر مکه مسلط شدن اولین بار شروع کردن به تخریب قبرستان ابو طالب تخریب قبرستان یعنی بناهایی که بر سر قبر, قبر حضرت خدیجه بود قبر حضرت ابو طالب بود و قبر حضرت عبدالمطلب در سال 1917 یعنی یعنی سه سال قبل از تخریبی در خوستین بار بقیه چون اونها اول وارد مکه شدن و مکه را تصرف کردن و سپس آمدن به سمت مدینه تا سه سال طول کشید که مدینه را گرفتن و در قدم بعدی مدینه را وقتی وارد مدینه شدن مدینه را تخریب کردن در سال 1220 و... بله. یعنی 220 سال قبل از امروزی که ما هستیم بله. قبل از این سالی که ما هستیم 260 سال قبل است آ... چون 1444 است بله بله, بله. و... در سال 1220 درست این کار انجام شد و در یک طیف وسیع از سرزمین های حجاز این کار انجام شد مثلا در ابوا که قبر امینه بنت وحب بود <تصفح> اونها تخریب کردن گنبد پیامبر را به توپ بستن و همین گونه قبر حضرت عبدالله پدر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که رو روی باب السلام سلام هست در کنار مسجد نبی اونجا را تخریب کردن مقبره شهدای احد را تخریب کردن که من قبر پدر پیامبر رو گفتن که در مسجد, در النبی در مسجد النبی مدینه در یک در حاشیه مسجد النبی که الان از اونجا دری وارد مسجد النبی میشد به نام بابو سلام درست در پیش روی بابو سلام اون زمان قبریشون بوده و بنایی داشته و امروز چیزی شما نمیبینید در اونجا درست. و همین گونه قبر حوا حضرت حوا رو در جده بنایی که بر اون بود اون رو خراب کردن عرض کردم ابوها رو خراب کردن و همین گونه شهدای احد حمزه سید الشهدا رو که من هر باری به با مشرف می شوم با زائران همراه و همسفران خودم می گویم که این خرابه این و این اقدام آل سعود مرا به یاد جنگ اهود می اندازد و اون جنایتی که بر بدن حمزه سلام الله علیه و شرکین قرآنش بله روا رفت بنابراین در یک طیف گسترده ای از جغرافیای حجاز این کار روی دست گرفته شد در اون زمان و در این بار این حمله شکست خورد و عثمانی ها اونها را شکست دادن و دوباره مقابر به نوعی بازسازی شد و بناهایی که و مراقدی که محل عبادت بود و مسجد بود محل عبادت که عرض می کنم. نه اینکه خود اون صاحبان قبور را عبادت کنند بلکه, بلکه مثل سایر مساجدی که خداوند عبادت می شود و چون اونجا محل اجابت دعا به شمار می رفت مکانهایی رو بنا کرده بودن که مسلمانان می رفتن و اونجا نماز می خواندن و خدا رو عبادت می کردن یک سنت شده در بین مسلمان ها بوده یعنی چیز بدیهی بوده که اینجا هیچ شرک اتفاق نمی افته و در واقع عبادت برای خدا بوده اما خب این عبادت در کنار یک قبر صورت می گرفته بله این کار انجام شد و پس از آن با حمله حکومت عثمانی اینها برچیده شد و بله. متواری شدند تا 1444 1344. 1344 که قمری. دوباره قمری که دوباره وهابیت مسلط شد و این بار زمانی که در 8 هشتم شوال 1344 اقدام به تخریب کردن تخریب بله. مزارات بقیه تا به هنوز این ماجرا ادامه دارد و... اگر اجازه بدید همینجا یک وقفه بگیریم و به یک تاریخ بسیار مهم اشاره کردید بله. اش شروعش باشه بعد از یک میان برنامه بله. بسیار بزرگ هستم من صحبت شما رو, رو قطع کردم همراه با بینندگان عزیز و گرامی میان برنامه ای رو میبینیم و ادامه گفتگو گفته در خدمت استاد محترم هست <applause> نظران عزیز و گرامی بدون فوت وقت میدانم شما مشتاق هستین و گپ و گفتگو زیاد است در این موضوع و فرصت اندک اجازه بدید برگردم خدمت کارشناس محترم و ادامه گفتگو بله جناب استاد فرمودید که تخریب دوم در هشت شوال 1344 یعنی از نظر سال قمری صد سال قبل قمری صورت گرفت حالا گفتید که به چی،, چی, کسایی بود خب انگیزه ها چیست جناب استاد یعنی چرا به چی مستنداتی اینا دست به چنین جنایتی زدن بله واکاوی این موضوع ما را به دو منشأ و به دو انگیزه میرساند انگیزه سیاسی و انگیزه فکری و عقیدتی درست دو عامل مؤثر بوده است در این ماجرا چنون که ترکیب جریانی که دست به انتقام به این کار زد هم عرض کردم که دو عامل سیاست و شمشیر ش... یا شریعت و یا قدرت و شریعت بود باره. برای توضیح این عامل سیاسی اجازه بدهید به یک نکته اشاره بکنم که گمان می کنم بیش از عامل مذهبی و فکری برای بینندگان عزیز و خود بنده مهم به نظر می رسد زیرا که به این نکته کمتر اشاره شده است بله بینندگان عزیز ما می که موضوعی بی احترامی به بدنهای انسانها و صلحها و یا نبش قبر و یا بیرون آوردن بدنها از قبر و به احترامی کردن و یا تخریب قبور توسط سه گروه در تاریخ انجام شده است که گروه چهارمی آن را ما فعلا شاهد هستیم یکی خوارج و به همین دلیل است که قبر اسلام بله در تاریخ بله. اسلام به همین دلیل است که قبر حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام حدود 100 سال مخفی, بود. مخفی بود. و گروه دوم اموی ها ما شاهد آن هستیم که اموی ها در کربلا حتی بدنهای های شهدا و بدن فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را شایسته کفن کردن و دفن کردن ندیدن و بدنها ها را رها کردن در بیابان که تا آنها را حیوانات و درندگان بخورن و بدنهای خودشون خودشون دفن, دفن کردن کشتگان خودشون را ولی اینها را دفن نکردن و همین مصیبت از اون مسایبی یک از مصائب سنگین بود که برای امام سجاد علیه و السلام سنگین آمد و داستان مفصل است که حضرت زینب سلام الله علیها و ایشون رو تسلیت گفت و به نوعی دلداری داد و سوم گروه سوم عباسیان بود عباسیان ما میدانیم که در نخستین حاکمیت خلیفه عباسی منصور دوانقی قبر امام حسین علیه السلام به دستور او تخریب شد در زمان هارون و رشید تخریب شد و شخم زده شد و در زمان متوکل چهار بار تخریب شد یعنی قبور تصویه شد و نه تنها بلکه شخم زده شد آب با آب, بله. را آب, را بله. آب گرفتن و مزرعه کشتن یعنی اونجا رو زراعت تبدیل به زراعت کردند. پس ما قبل از... وهابیت این ماجرا رو داریم نسبت به تخریب بنایی بر مزارات پیشوایان و, و انگیزه بسیار واضح است که سیاسی است دقیقا همین نکته را میخواهم تبیین بکنم که شما تا اینجاها میبینید که این گروه ها چه خوارج و چه اموی ها و چه عباسی ها و اونگه ای که اقدام به این کار میکردن بدون انگیزه بود که نام و نشان از اینها باقی نمانند و کسانی در ارتباطی با اینها نباشند اینها این را فکرشون را یادشون را خطشون را آمال و آرزوهای آنها را از دل تاریخ برچینند چنون که از دل کتابها محو میکردن، از دل طبیعت نیز بردارن. اثری از آنها از بر جای نمانند نماند و حال که یکی از مهمترین آرزوی هر انسان صالحی و قرآنی و مؤمنی آن است که یاد و نام او و راه او زنده بماند و به همین دلیل است که قرآن کریم بر پیامبر بزرگوار اسلام منت میگذارد اعوذ بالله, من بالله من الشیطان الرجیم علم نشرح لك صدرک و وضعنا عنك وذرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذکرک یا ما در سوره فرقان از زبان عباد الله صالحین میخانیم که حبلنا من نام ازواجنا و زوریتنا و زوریاتنا قررت و للمتقین امام. اماما. این امامت در زمان حیاتی تنها نیست بلکه بعد از خودشون به صورت مطلق آمده است و از زبان حضرت ابراهیم که میشنویم و جعلی لسان صدق فی الاخرین تمام اینها نشانگری آن است و ادله دیگری که نشان میدهد انسان های پاک و وارسته و خدا جوی همیشه چه در حیاتشان برا آن هستند که گروه های انسان، انسانی را در مسیر خودشون که مسیر حق و مسیر هدایت است بله؟ بکشانند و پس از مرگشون نیز خواهان همین موضوع هستند و یکی از چیزهایی که انسانها را به اون خط و به اون مسیر وصل می کند این است که اونها جایگاه مشخصی داشته باشند آدرسی داشته باشند همون گونه که در زمان حیات شما می بینید که قدرت های سیاسی مخالفینشون را آدرس او رو حذف می کند به چطور او را از خانه و کاشانه و از دید مردم می گیرد و در بند و در زندان میاندازد زندان کردن انسان ها به نوع حذف آدرسی او در میان جامعه است تخریب قبور و مزارها نیز بعد از مرگ انسانها حذف آدرس اون شخصیت از جامعه انسانی و به طاق فراموشی گذاشتن اونهاست که اونها دیگر آدرسی و جایگاهی و محل الهامگیری و محل ارتباط انسانها و پیامگیری انسانها با اونها از اونها نباشد بله. بنابراین ما عامل سیاسی رو تا اینجا بسیار بسیار شدید که نیازی شاید این نمونه ها رو که ارز کردم به خاطری که من بتوانم اون ایده و نگاهی را که دارم نسبت به دخالت قدرت سیاسی در این ماجرا موجب... فرصت برنامه هست که من وقت و خدمت بله جناب عرض کردم بنابراین بلد. بلد. چون روی این عامل کمتر تکیه می شده من این نکته رو عرض کردم عامل دوم عاملی فکری و فرهنگی است ائمه معصومین علیهم الصلاة و السلام در شخص خودشون به عنوان یک انسان مثل سایر انسان ها بودن اونها به عنوان یک فکر یک مکتب و ادامه یک راه می تواند برای بشریت و برای انسان ها مشعل و چراغ فروزان باشد هر فکر دیگری که بخواهد خود را مطرح کند در میان دیگران و از مقبولیت برخوردار شود باید فکر رقیب را به نوعی حذف بکند و این سبب شد که گروه هایی که نام بردیم و گروه آخرینی که گروه چهارم هست تکفیریان زمان ماست چی اونایی که سلفی هستند و چی مخصوصا وهابیت وهابیت در برابر خط فکری امه تلاش کردن که نام و یاد ائمه معصومین علیهم الصلاه و سلام و صالحان را و من اگر اجازه بدهید بالاتر عرض بکنم عمل کرده را که وهابیت در تاریخ نشان داده است چه از نوع رفتار خشون آمیز و چه از نوع تقابل با مسلمانان و چه از نوع رفتاری که با قبور و اماکن و آثار باستانی و آثار بر جای مانده از زمان پیامبر بزرگوار اسلام چون به تخریب قبور خلاصه نمی اینها و بنای بر نور محل نزول قرآن بودن رو از بین بردن و در این نواخر کسانی که حج مشرف شدن می دانند که حتی رفتن به جبل و نور رو ممنوع کردن اونها با عنوان یک امر مذموم رفتن به غار ثور را که محل هجرت پیامبر اکرم است اون رو ممنوع کردن مساجد سبعی که مسجد فتحی که از اون هاست بله. تمام اونها را تخریب کردن و یک مسجد جدیدی که هیچ خاطره ای تاریخی را برای این ای انسان این متقل اینجا اتفاق می افتاد بله تمامی در واقع آثاری که ما را با صدر اسلام متصل می کند و به یک پول تاریخی است بین ما انسانهای امروزی و گذشتگان این پول و این ارتباط را میخواهند خواهند قطع بکنند بنابراین من می خواهم این دوری عرض بکنم که نشان می دهد که در اینجا یک دستی مرموز پشت پرده است تا مسلمانان را با تاریخ گذشته اسلام و با پیشوایان و رفتار اونها و میراث تاریخی و آثاری فرهنگی و دینی و مذهبی و به نوعی ای ببرد این دو تا تاریخ گسسته از هم دیگر داشته باشد و زمانی که یک انسان و یک ملت و یک جامعه و یک مردم از گذشته خودشون ببرند در واقع اونها رو به آسانی می شود هر دینی و هر مذهبی رو و هر لباس رو بر تن اونها پوشاند چیز این معلق به ای که به هر مسیری می توانیم مسیر سوق بدهیم ها را شبا. و عجیبان که شما در متون تاریخی و متون فکری و مذهبی و حابیت که نگاه بکنید اینها به دو چیز تمسک میکنند یکی به اجماع از نظر دینی و شریعت بله ما پشت پرده را واکاوی کردیم تا به هنوز اما خود اینها چی میگوین به روایت اگر کتا... و... بله به روایتی که اون روایت به نام ابوالهیاج اسدی روایت مجعول هم از نظر سند و هم از نظر دلالت دارای ضعف و نیز از نظر اجماع که اجماع را که اونها مدعی هستند چند نفر کسانی بود که بعد از حضور لشکر خشن وهابیت و آل سعود در مدینه چند نفر از علمای مدینه رو جمع کردن و از اونها فتوا گرفتن که شما بیایید فتوا بدهید که ما این قبور رو به این اماکن رو تخریب بکنیم بله. آیا اجماعی که در اهل سنت مطرح است یا در میان شیعه مطرح است به همین معناست که شما یک مجموعه روحانیون یک منطقه رو بیاورین علمای یک منطقه رو در زیر شمشیر قرار بدهید و بگویید شما اجماع کنید که ما این تخ... قبور رو باید تخریب بکنیم و بعد اون رو به یکی از مبانی و مستندات خودشان در تاریخ قلمداد بکنن در حالی که صدها عالمی همون زمان و پس از آن جمله برادر محمد ابن عبدالوهاب کتاب ردی اونها و عقاید ها می نویسد و سایر علما بله. از اون طرف پس ما این گونه جنبندی میکنیم عامل سیاسی عامل فکری و مذهبی که خطی را در برابر میراث فکری پیامبر و اسلام و اهل البیت و بلکه تمامی شریعت اسلام در حقیقت ایجاد بکنند و مسلمانان را از گذشته و ریشه و پیشینه ایشون منقطع بکنند در خلال این به دو چیزی دیگر استناد کردن یکی یک روایتی که در صحیح مسلم هست بله. که عرض کردم و کاش فرصت می بود که من تمام اون سنب. روایت را چی از نظر روات و چی از نظر سند و دلالت واکاوی می کردیم که این روایت نه مقصود را از نظر دلالت می رساند و نه این که سندی و رجالی دارد بلی. و از اون طرف من هفت هشت دلیل از قرآن از روایات از سیره مسلمانان از سیره خود پیامبر میخواستم عرض بکنم که نشون دهنده آن است که این ایجاد چنین بناها و تاثیر چنین بناهای کاملا مشروع است و فقط یک روایت را من عرض میکنم و یک مطلب را تمام هست جناب استاد من عذرخواهی میکنم, میکنم از شما از اتاق فرمان میگردم وقت ما هم گذشته حالا ان فرصت دیگه ای شوه ما باز استفاده کنیم از شما و این مستندات انشالله شاء نقد شود گرچه بحث ما ناتمام ماند یعنی دلی. یک سری مستندات مخصوص در آخر برنامه اشاره شد و به نقدش صورت کامل نرسیدیم انشالله عمری واقعی باشه و ما استفاده کنیم دوباره در این زمینه از جناب عالی انشالله از شما بینندگان عزیز و گرامی سپاسگزار هستیم که با حوصله مندی تا پایان برنامه با ما همراه بودید همراه با کارشناس محترم جناب حجت رسول الله المسلمین استاد هاشمی شب خوب و خوشی برای شما آرزو میکنم کنم خدایا رو نگهدارتان باشه <applause>